خدمت همه عزیزان و هموطنان عزیز که در سراسر دنیا امروز همه هستید. دکتر کاویان میلانی هستم، از فیرفکس ویرجینیا شما هستم و برنامه امروز رو در مورد بیماری کووید 19 و واکسن کرونا ادامه خواهیم داد. دوستان امروز اونهایی که بخصوص از ایران هستند، اگر سوالی دارند امروز میتونن مطرح کنن و من سعی میکنم که سوالات رو جواب بدم. باز برای مقدمه عرض میکنم، دکتر کاویان میلانی هستم و از فیرفکس ویرجینیا در حومه شهر واشنگتن دی سی با شما هستم. دوستان عزیز، برنامه امروز اختصاص داره به بحث هفتگی ما در مورد بیماری کووید و ویروس کرونا و واکسن و مسائل مربوط به درمانش. از این مختصر شروع بکنم که حدود دو هفته قبل، این دو تا سه شنبه قبل، من در فیرفکس ویرجینیا در آمریکا این واکسن مدرنا رو زدم و برای اینکه حتی پیش درمان کرده باشم خودم رو علیه عواقبی که ممکن داشته باشه، یه دونه کورتون روز خوردم، یه کورتون روز بعدش خوردم و به هر حال هیچ علائم و عوارضی رو نداشتم. این نکته اول. نکته دوم اینه که بجز البته یه ذره درد در مثلا بنده سکه مثلا قدیمی مثلا دوریالی در همون منطقه که فقط تزریق انجام شده بود، ولی اینجوریه. تزریق ویروس برای واکسن در دو مرحله انجام میشه، در با مدرنا 4 هفته اینها مثلا سوا هستن، برای واکسن فایزر اینها در حدود 3 هفته فاصله انجام میشه. میزان تزریق واکسن کووید برای مدرنا یه خورده بیشتره، بر فایزر یه خورده کمتره. خب دوستان عزیز، من کاویان میلانی هستم، پزشک و دکتر در فیرفکس ویرجینیا آمریکا هستم. حالا دوستانی که سوال دارن الان در مورد واکسن، ما واکسن رو در فاز اول خودم جواب بدم سوالات مربوط به واکسن رو. ولی واکسن های خوب، مؤثر و قوی هستن که روی بالای 100 هزار نفر اینها آزمون شدند و اینها بسیار بسیار خوب و عالی جواب داده و چند نفر از جمله یک پزشک ایرانی در شهر بوستون یه سری به اصطلاح عواقب داشته که این آلرژی داشته و نباید کلاً این واکسن رو میزده. کسایی که واکسن های مختلف دارن نباید آلرژی مختلف دارن، این واکسن رو نباید الان بزنن، میشه بعدن بزنن یا باید یه جوری پیش درمان بکنن. خب حالا واکسن ها حدود 150,000 تاش توسط اشخاص خیر به ایران فرستاده شده. حالا با توجه به بیانات آقای خامنه‌ای در مورد اینکه واکسن ممنوع هست، نمیدونم که در ایران اینها رو بتونن به مردم بزنن یا در دست مردم قرار میگیره نمیگیره، ولی قرار بود دست هلال احمر باشه اینها و نمیدونیم دقیقاً که اینا در چه وضعی هستن این، ولی میدونیم که از لحاظ سیاست دولت فعلا ورود واکسن فایزر و بودن واکسن مدرنا تحت مثلا اسم واکسن های آمریکایی و احتمالاً خود به اصطلاح واکسن بعدی که استرازنکا هستش که هنوز در آمریکا تایید نشده ولی در انگلستان تایید شده، اون واکسن رو هم که انگلیسی هستش مشخصا دولت اجازه استفاده از اون رو نخواهد داد. حالا با توجه به این شرایط، به هر واکسن هایی که در ایران میمونه، گزینه هایی هستش که به اصطلاح یا تکثیر واکسن چینی یا تکثیر واکسن روسی و به اصطلاح استفاده از اون واکسن ها هستش و یه واکسن ها در هند در دست تهیه هستش که اون واکسن هم به اصطلاح ممکنه که خوب و مؤثر باشه. بعضی از آزمایشات مربوط به اون در استرازنکا و آکسفورد در هند انجام شده. خب سوال افوان لاور رو جواب بدم، واکسن سینوفارم چینی چطور جواب بده؟ واکسن سینوفارم چینی جوابش حالا بر هر چیزی که بوده جوابش منتشر نکردن، یعنی خود شرکت اطلاعی داده ولی اینها در یک ژورنال
مؤثر و ژورنال به اصطلاح موثق اینها چاپ نکردن، و چون که اینا به صورت موثق و به صورت دقیق چاپ نشده و نمیشه دقیقا رفت دنبال آمارشون، من نمیتونم روی واکسن چینی الان نظری بدم. این هم به هر مسئله مهمیه. خب دوستان عزیز، حالا بعد واکسن کرونا قراره که داخل تولید و تزریق بشه. اون واکسن که در داخل دارن تولید میکنن، ارزم تو تولید واکسن کار ساده ایه، به خاطر اینکه اون رو یه آزمایشگاه معتبر میتونه انجام بده. اون چیزی که خیلی سخته و ایران از پسش بر نمیاد، داشتن یک برنامه منظمیه که واکسن رو، و ایران هیچ همچین کار نکرده، هیچ شرکت ایرانی تا حالا همچین کار نکرده و دولت هم این کار نیست مشخصا، به خاطر اینکه اصلا کار دولت ها نیست، این کار تو شرکت های واکسن سازیه، درسته؟ و بنابراین این واکسن، خود ساختن واکسن کار نداره. چیزی که مشکله اینه که شما واکسن رو به یک عده زیادی بزنی، مثلا 100 تا نفر، اینا رو پیگیری کنی، ببین چی میشه. بله، سوال موها رو جواب بدم من در مورد واکسن ها و برای اشخاصی که جوان هستن و میخوان بچه دار بشن. این رو روی زنان باردار مشخصا امتحان نکردن، روی اشخاص زیر 16 سال هم امتحان نکردن واکسن فایزر رو و واکسن مدرنا رو، ولی روی بقیه مردمی که امتحان کردن مشخصا اینها جواب داده و بسیار بسیار خوب بوده و بدون هیچ گونه مسئله و بدون هیچ گونه ناراحتی. خب و به هر حال شما حدود 70-80 درصد مردم رو مثل سرخک باید واکسنه بکنید تا اون وقت این جواب بده. اگر که این جواب نداد، اون وقت بعد شاید باطل زد، ولی معمولاً با 70 درصد مردم اگر که این ویروس رو، واکسنش رو بزنند، وقت درصد این آغشتگی بسیار کمتر خواهد شد. خب دوستان عزیز، حالا اگر سوالاتی از ایران هست، من میخوام که به اصطلاح اینها رو الان جواب بدم. سوال مهمی اینجا مطرح شده که در مورد این هستش که آیا به اشخاصی که باردار هستند این واکسن رو باید زد یا نباید زد. مشخصا به کسانی که باردار هستن این واکسن رو نباید زد. کسانی که میخوان باردار بشند رو من توصیه میکنم که واکسن رو اول بزنند بعد باردار بشن. خب در آمریکا این رو من الان عرض بکنم که سیستم الان اینجوریش داره انجام میشه که ما واکسن رو به کادرهای پزشکی زدیم تقریبا، و دندون پزشکا و کادرهای اونها هم زدند، و بعد میمونه اون گروه هایی که مثل پلیس، مثل آتش نشانی، مثل معلم ها، مثل اونهایی که در مغازات سوپرمارکت و اغذیه ها کار میکنن، اونهایی که در کادرهای رستوران هستن، اینها در فضای بعدی باید واکسن رو بگیرند، چون اینا به هر حال کارشون کارهایی هست که نمیشه از منزل انجام بشه، باید در بیرون باشن. اگر این آدم اول واکسن بشن خوب امن‌تر و بهتره. ولی این رو باید عرض کنم که اون گروه هایی که در ماهای اخیر و در هفته های اخیر بیماری گرفتن و بیماری منتشر کردن، اکثر کسانی هستن که جوانترن، بین 20 تا 40 سال مثلا، و اینها در دور همی ها و مهمونی ها اینها رو به اصطلاح پخش کردن. و ما الان دارم میبینم که مثلا فرضاً من در طول این چند ماه اخیر که بالای 1000 نفر رو ما تشخیص دادیم و درمان کردیم، شاید حدود 10 نفر بستری شدن و متاسفانه 2 نفر فوت کردن. بله، سوال مهار جواب بدم. بله، یه دوست جوان بود رفته برای واکسن بزنه، گفتن برای بارداری مشکل پیش میاد. بله، اصلا برای بارداری مسئله نداره. این کجا دوست از این کجا بوده؟ در آمریکا بوده، در انگلستان بوده، و هیچ بسیار مسئله با بارداری و اینکه جلوگیری کن از بارداری رو نداره. ببخشید من سوالات رو اونهایی که دارم میبینم
دارم جواب میدم و به هر اونایی که نمیتونم ببینم رو حالا بعداً جواب بدم. بله، سوال کریمی رو جواب بدم. کریمی عزیز، دو تا نکته مهم هستش. نکته اول اینه که ما باید حتما به طور منظم وقتی که ویروس رو گرفتیم، بیمار شدیم، دو دوا رو من حتما تجویز میکنم. یک آنتی بیوتیک هست به نام آزیترومایسین و دومیش یک کورتون هستش به نام پردنیزون برای 5 روز. این دو دوا مشخصا جواب میده. ولی اگر که بخوام اضافه بکنی، 3 چیز رو من به اون اضافه میکنم. یکی روی هستش و نه آهن، روی زینک 50 میلی گرم. دو، حتما 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 باید به این مثلا ویتامین دی 5000 واحد در روز رو برام منظم بگم. ویتامین دی 3 رو حدود 5000 واحد در روز اضافه کرد و این خوب جواب میده. بله، دوز روزانه روی 50 و دوز روزانه کورتون 20 و دوز روزانه آنتیبیوتیک مشخص 250 تاست و اینها همه خوبن و کاملا جواب میدن. بله، خب شنیدم دوستان عزیز. حالا نکته دیگه که میخواستم عرض بکنم و این بسیار مهمه اینه که اونهایی که دوست دارن که واکسن رو مثلا بتونن بزنند و در کادرهای پزشکی نیستند، فعلا احتمال تا عید نوروز، تا اول اردیبهشت، تا اواسط اردیبهشت این واکسن یا نوعی از این واکسن که منظم و مرتب باشه به حال در دست خواهد بود. و در ایران حتما حتما این واکسن بالاخره ارائه خواهد شد، چون که به هر حال این شرکت دارویی این دارو رو ساختن، آماده کردن و دوست دارن که اینها رو که خدمت همه ارائه بکنن، نه در حالات به خاطر منافع مالیشون، بلکه به خاطر اینکه شهرت براشون میاره، قدرت براشون میاره. اگر فرضاً اینو بتونن آفریقا رو مثلا یا ایران رو، جایی که به صلاح مشکل و سخت هستش، اینا بتونن جمع جور کنن، خب خیلی براشون مفید و موثر خواهد بود و برای موجب شهرت و موجب این میشه که اینا کارشون پخشه. بنابراین من توصیه میکنم که دوستان دست نگه دارن و در خودتون برای 3-4 ماه آینده امن و ایمن و به دور از ویروس و واکسن بسیار نگه دارید تا به اصطلاح این واکسن به ایران هم برسه. بله، من فکر میکنم که دلیل عرفان لاور عزیز، فکر کنم که دلیلی که قند بالا میره این استش که همزمان با تزریق رمدسویر دوزهای کورتون خیلی سنگین هم زده میشه و اون دوزهای کورتون خیلی سنگین مثل دکدران، مثل دکسامتازون، اینها موجب یه چیز مهمی میشه، موجب میشه که قند به طرز عجیبی بالا بره. و مثلا اینا برای 2 هفته بیمارستان هستن، این کورتون رو که میگیرن مشخصا اشتهاشون هم زیاد میشه، مشخصا کنترل قند از دست میدن، ولی به خاطر خود رمدسویر نیست، بلکه به خاطر اون چیزی که میزنن که جلو تورم و التهاب رو بگیره که از مرگ پیشگیری میکنه. این بسیار بسیار مهمه. خب حالا نکته دیگه که مثلا عرض بکنم مهمه اینه که دوستان، پس این ماسک و رعایت لوازم پزشکی و ضرورت پزشکی رو حتما انجام بدید، فاصله اجتماعی رو نگه دارید تا این مثلا واکسن به ایران هم برسه. خب سوال بابک در مورد که میشه به واکسن چینی اطمینان داشت. بله، این بسیار نکته مهمیه. واکسن چینی، خود چین معتقده که این واکسن خوبی است و واکسن موثریه، ولی اینها آمار و ارقام مربوط به این واکسن رو منتشر نکردن در هیچ ژورنال معتبری و بنابر این رو نمیشه به هیچ عنوان به سرش صحه گذاشت. به نظر میرسه که در حال حاضر شما واکسن ها 3 تا هستن و 4 هم میاد. واکسن اول واکسن فایزر، واکسن دوم مدرناست، واکسن سوم استرازنکاست و واکسن 4 که بعد از اینها میرسه اونم واکسن موثری است که اون از
کمپانی جانسون و جانسون آمریکا میاد و اون هم واکسن خوبی خواهد بود. اون از همه واکسن راحت تری با یه تزریق کار خودش رو انجام میده. واکسن سوم رو که عرض کردم، واکسن آکسفورد و آسترازنکا، این واکسن در انگلستان تصویب شده و ارائه میشه، در آمریکا هنوز تصویب و ارائهش مونده. نگاه از سوال شما رو من ندیدم، اگه سوال رو دوباره مطرح کنی من جواب میدم. دوستان میدونن که این به اصطلاح این سیل کامنت ها اینقدر بالاست و تنده که مشکل بشه همه رو جواب داد. نگاه از سوال رو اگه مطرح کنی من دوباره جواب میدم قطعا با پوزش. بابک دی بی سمت آکسفورد سوال میکنه. آکسفورد اون به اصطلاح کشف کرده بودن در این مورد، این کشف ساده ایه، کشف قرار دادن به اصطلاح پروتئین های از این ویروس در واکسن مربوط به در سل در ویروس مربوط به سرماخوردگی در حیوان، و بنابراین مسئله اینجوریه که این رو پخش میکنه و این خیلی خوب جواب میده. نکتهش اینجاست که این به اصطلاح اینها در این کارشون در آکسفورد و آسترازنکا به یک اشکالی برخوردن و اشکالش این بوده که با دوزهای کمتر بهتر جواب گرفتن به طور اشتباهی، و این رو حالا باید توجیه کنن برای اونهایی که به اصطلاح این قضیه رو دنبال میکنن. بله، به هر حال به نظر میرسه که دولت ایران یا واکسن چینی رو وارد میکنه یا واکسن روس رو وارد میکنه، یا از بر مبنای اون دوتا با به اصطلاح پرداخت هزینه هنگفتی یک ویروس یک واکسن رو از همون رو برمیده و مشابه همون رو میسازه. ولی نه واکسن روسی و نه واکسن چینی کار مثلا درست و تحقیقی روش انجام نشده، اینها رو نتونستن چاپ کنن. بله بله ندا، حس بویم چشایی معمولا سر 4 هفته برمیگرده. تو اکثر بیماری که من باشون کار کردم و باشون وقت صرف کردم و ازشون به اصطلاح نگاهداری کردیم، اینها اکثرا حس بوی و چشمشون سر 2 هفته بعد از اتمام قرنطینه اینا برگشته، ولی در بعضی موارد ممکنه که بیشتر طول بکشه. خود 6 هفته رو به اصطلاح ما بر مبنای آماری که منتشر شده یا حتی 60 روز رو، این 2 ماه رو به اصطلاح توصیه میکنیم که مردم مواظب باشن، چون که ممکنه که عواقب دیگه هم براشون پیش بیاد. کار جدیدی که تو آمریکا دارن انجام میدن این هستش که با بستری بیماران یه کار رو انجام میدن، و این هستش که الان یه ماده هم اضافه میکنن به این مثل هپرین یا مثل آسپرین که خون رو رقیق کنه. خب ندا گفتی که 3 ماه شده از وقتی که این حس بویه و تشویه برنگشته. اگر که ممکنه توضیح بده که اینا هلند بودن گفتی یا کجا بودن که اینجوری شده. ولی به نظر میرسه که این مثل حس بوی و چشایی بالاخره برمیگرده، و اگر که برنگشت مشخصا استفاده مثلا 5 روزه یک کورتون شاید موثر باشه و یک اسپری که برای بینی. بعضی وقتا این ویروس کووید یک بیماری سینوس هم تولید میکنه که این میمونه و اون بیماری سینوس موجب چیز میشه. بله اگر اصفهان هستین ادا، من فکر میکنم که به دکتر مراجعه بفرمایید، 5 روز کورتون و یک به اصطلاح ماده استشمام مثلا فلوتیکزون برای بینی و 5 روز تا 1 هفته هم آنتی بیوتیک فکرم جواب بده. خب بله، دوا برای این بیماری الان تقریبا تم دوایی که اصلا رمدسیویره و آنتی بادی ها بعضی وقت جواب میدن، آنتی بادی که بهش میگن مونوکلونال آنتی بادی، ولی برای رمدسیویر فقط طول بیماری رو کمتر میکنه. ولی الان من یک بیمار در بیمارستان دارم که داره رمدسویر داره میگیره، و این رمدسویر در حال حاضر داره خوب جواب میده برای بیمار، حتی بعد 14 روز. ولی اون چیزی که بیمار رو کاملا بهتر میکنه اکسیژن و به اصطلاح اکسیژن. بله سوال هانگاری رو خواستم جواب بدم، اونم گویا همون مسئله رو موزر رو داره و میگه حس بویه و چشاییش بر نگشته. بله خب سوال آسیا جواب بدم. سوال آسیا این هستش که الان واکسن اومده ولی چرا این همه آدم میمیرن. خب شما در آمریکا برای اینکه شما برای مثال ما در آمریکا حدود 320 میلیون نفر جمعیت داریم، برای اینکه شما بتونید تمام این مردم رو به صورت واکسن بزنید باید به 320 میلیون آدم واکسن بزنید. الان واکسن ها حدود
در ظرف یه ماه خورده ای حدود 5 میلیون نفر واکسن رو گرفتن. یعنی مثل قطره است این در دریا و اصلا یعنی تقریبا بی اثره. موضوع با واکسیناسیون موضوع یه نفر و دو نفر نیست، موضوع باید شما حتما 70-80% جمعیت رو به صورت واکسنه بکنید. یعنی واکسنه اگه تولید بشه و شیشه ها بمونه بیفایده است. من در ایالت ویرجینیا کار میکنم، در فیرفکس در نزدیکی هومه دی سی، و این آمار رو دیشب مطالعه کردم. ایالت ویرجینیا که ایالت به صورت پرقدرت و قوی و به صورت کارآمدی هم هست، دولت خوبی هم داره، این ایالت تونسته تا حالا فقط نصف واکسن هایی رو گرفته تزریق کنه. ببینید شما، نصف واکسن ها مونده توی یخچال ها و تو فریزر ها و به مردم تزریق نشده. بنابراین خب مشخصه که وقتی اینجوری پیش میری داستان به اصطلاح بد جواب خواهد داد. خب دوستان عزیز، من عرض کنم که نکته دیگر که میخواستم اینجا بگم اینه که به هر دولت ایران یه تصمیم گیری کاملا اشتباه و به اصطلاح مخالف با علم رو گرفته، و اینکه حالا شما یه واکسنی رو به اصطلاح شرکت‌های بزرگ تولید کردن، بعد اینها یعنی این واکسن رو ما نمیزنیم. مشخصا در تاریخ واکسن اگر اشاره بشه، تاریخ واکسن داشت اشتباهاتی شده. برای مثال ممکنه که شما برید و در مثلا هند در مثلا 100 سال قبل روی واکسن رو اینها امتحان بکنن روی مردم، روی بعضی تو انگلستان بعضی تو هند، و خب این جنبه اینو داره که مردم امضا میکنن، این چیز رو میگیرن و این یه کار تحقیقی روی واکسن. ولی اینکه شما یه واکسنی رو که مدونه و خود مثلا رؤسای جمهور آمریکا زدن و مثلا انگلستان زدن و عرض کنم که اعضای کابینه آمریکا زدن و اعضای مجلس آمریکا زدن اون واکسن رو، اینکه اصلا جنبه امتحان نداره، جنبه این داره که شما دارید بیماری پیشگیری میکنید، این رو بیان به مردم بزنند، خب این بسیار بسیار چیز خوب و موثری است که میتونه جلوی مرگ و میر رو بگیره. حالا برای مثال عرض میکنم، دیروز آمریکا حدود 4000 نفر فوت کردن در ایران. آمار رسمی که حدود 100 نفر فوت کردن، 100 نفر، ولی خب آمار رسمی ایران مشخصا کمه، و به اصطلاح اگر من فقط بر مبنای بیماران خودم که در ایران هستن بخوام اینو به اصطلاح چیز کنم، مشخصا درصد مردم که ایران دارن از این بیماری فوت میکنن بسیار بیشتره. خب این نکته مهم اینه که پس واکسنی رو که یک شرکت بزرگ یا در این مورد دوسته شرکت بزرگ روش کار کردن و به اصطلاح پروروندن این داستان رو و آماده کردن برای تزریق به مرد آماده بشه، خب این رو دولت باید بره بخره، و مثلا دولت ایران از دولت بحرین یا از دولت مثلا امارات چیزی کمتر نداره که اینا هم برن این رو واکسن رو بخرن. و خب چون که قیمتاش توسط شرکت‌های بزرگ و توسط خیرها و توسط کمپانی که بسیار سوبسید میشه اینها، خب به هر این کمک می‌کنه که دولت ایران بدون واکسن رو با قیمت مناسب بخره. خب بله هدیه عزیز، درسته دیروز بوده 82 نفر در ایران فوت کردن، آمار من نگاه کردم، ولی مشخصا اون آمار به نظر من قابل اعتماد به این شما نیست، به خاطر اینکه این درصد مرگ و میر بالایی داره و این مرگ و میرهایی که شما می‌بینید مثلا در استان‌های شمالی الان واقعا یک وضعیت خیلی بدیه، و من حدس میزنم مثلا فقط خود مازندران رو میکنن که مثلا در روز 80 نفر فقط فوت بکنن، بنابراین درصد فوت ها خب البته بالاست. بله این سوال رو من مطرح بکنم. من به شخصه تا به حال 2 تا مریض داشتم که این حرف رو من زدن که این واکسن ها درش چیپای گذاشته شده که میخوام مردم رو کنترل بکنن. یکی از این دو نفر آمریکایی بود و به صورت از طرفداران ترامپ و از دست راستی آمریکایی بود، یکی که خانم تحصیل کرده ایرانی بود که من نمیدونم از کجا اینها مثلا این اطلاعات رو میگیرند، اطلاعاتی که توی این مثلا واکسن محلول چیپ گذاشته شده و این چیپ هم برای این هست که مردم رو بخوان کنترل بکنن. یعنی حرفی که خنده داره، و این گروهایی که حرف رو میزنن بعد گروهای معمولا تیفای دست راستی هستن که دارن سعی میکنن که جوری به اصطلاح مردم رو گول بزنن و توی این بحران‌های ذهنی موندن و توی این بحران توته هم هستن. برای دوستان عزیز، واکسن رو به راحتی و خوبی بزنید بدون هیچ گونه دردسر.
مشخصا این واکسن با سرعت به بازار اومده و چه که با سرعت به بازار بیاد، حتی اگه در آمریکا باشه و روش تحقیق بشه، باز هم 1% جای نگرانی داره. این رو من نمیخوام که کتمان بکنم، ولی این رو عرض بکنم که ما در حال حاضر اگر که واکسن روسی که هیچ آزمونش انجام نشده رو ورداریم در ایران تکثیر بکنیم، این فقط و فقط ریسک با جون مردمه. یا واکسن چینی که خود چینی ها به اصطلاح به خود چینی ها نمیزنن، این واکسن رو ما ورداریم و به اصطلاح در ایران توزیع بکنیم، این بسیار بسیار خطرناک و نگران کننده است. بله، خب حالا سوال سارنگ، نقطه سارنگ این هستش که بله به هر حال من فکر میکنم که امسال تا عید در ایران وضعیت همینجور که هست خواهد موند. دوستان باید خودشون رو حفظ کنن، باید ماسک رو بزنن، فضای اجتماعی رو رعایت بکنن و دور همی ها رو بزنن قطع کنن و دور هم نباشن و این متاسفانه ادامه دار خواهد بود. سفر برای عید نوروز برای مثال ممکنه با ماشین باشه، ممکنه جای کوتاه باشه، ممکنه که شمال باشه و اونجا که میرید با کسانی باشه که اینا در امن باشن و در امنیت بوده باشن برای چند هفته، از اون جمع باشه که کسی اونجا بیماری رو پخش و توزیع نمی کنه. ولی به هر حال در حال حاضر کرونا در ایران داره بیداد میکنه، در آمریکا هم که واقعا وضعیت فاجعه باری است و من امروز برای مثلا یک شنبه است و مطبع من تعطیله، ولی اگه مطبع امروز باز بود ما شاید امروز هم مثلا 50 نفر 60 نفر به اصطلاح داشتیم که بخوایم که اینها رو به اصطلاح ببینیم، ویزیت بکنیم، تست بکنیم، دوا بدیم اینها. یعنی در همین فرفکسی ویژن کنم وضع جاهای دیگه هم که بهترم هست، وضعیت واقعا وضعیت دشوار و سختیه. خب دوستان عزیز، من تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم. امیدوارم که هر جا هستید پیروز، شاد و موفق باشید و بازم توصیه میکنم که دوستان فضای اجتماعی رو به خوبی رعایت کنن و دوستان سعی کنن که از میزان به اصطلاح عبور و مرور به جایی که یا مکانهایی که نگران کننده هست دوری کنن. فضای همه عزیزان و تا هفته